سلام خدمت دوستان عزیز بریم سراغ ادامه بحث پاور بی این جلسه میخوام راجع به یه موضوعی صحبت بکنیم که ظاهرش اینجوری نشون میده کسی اینچه ربطی به پاور بیای نداره ولی خب ربط داره و بهتون حالا در ادامه هم خواهم گفت که دقیقا چه استفاده ما قراره از این در حقیقت موضوعی که میخوام صحبت بکنیم خواهیم کرد توی پروژه خودمون موضوعی که میخوام راجع به صحبت کنیم هم بهش میگن استار اسکیما یعنی طرح ستاره ای همچین رو فارسیش میشه با یه مثال میخوام بهتون بگم که دقیقا این طرح ستاره ای یعنی چی فرض کن شما یک فروشگاه اینترنتی دارید و قرار اطلاعات کاربراتون رو توی تیبل های مختلف ذخیره بکنید توی طرح اسکیما یا استار اسکیما چی کار میکنید یاد به این صورت رفتار میکنید که یه سری تیبل ها و جدول های فرعی دارید و یک جدول اصلی به عنوان مثال میاد یک جدول درست میکنید برای محصولاتتون که داخل اون جدول یک آیدی برای هر محصول وجود داره تایپ اون محصول تعدادش بش قیمتش و دقیقا حزینش توی تایم یه جدول داریم برای زمان که حالا سال و ماه و اینجا چیزا داخلی ذخیره میشه و باز هم یک دیتا آیدی داره مثلا میگن که دیتا آیدی 42 سالش میشه این ماهش میشه این فصلش میشه این آخر. یه جدول داریم به نام کاستومرز که تو این جدول ما اطلاعات مشتریانمون رو ذخیره کردیم که باز هم یک کاستومر آیدی داره اسم کوچیک اسم فامیلی سن و جنسیت و در نهایت یک جدول هم داریم برای اطلاعات جغرافیایی حالا اون سفارش که یک آیدی داره یه دونه مثلا قاره داره یک کشور یه شهر اینا جدول های فرعی ما هستن که اصطلاحا بهشون میگن دیم تیبل در کنار اینها ما یک جدول اصلی داریم یک جدول مرکزی داریم که بهش میگن فکت تیبل اینجا جدول فروشمونه یعنی تک تک فروش های تو این فروشگاه اینترنتی داخل این جدول یک رکورد دارن حالا ستون هاش چیه ها؟ پروداکت آیدی جنسی که فروخته شده تو این سفارش ما مشخصات سفارش رو بچه تو این جدول ذخیره نمی کنیم و فقط آیدیش رو ذخیره می اگه لازم بود مشخصات رو ببینیم میریم رفرنس میدیم به جدول پروداکت زمانی که این سفارش انجام شده تاریخش رو یک آیدیش رو اینجا ذخیره میکنیم ریز اطلاعاتش تو جدول تایمه، اطلاعات مشتری آیدیش اطلاعات منطقه آیدیش و بقیه چیزا یعنی به جای اینکه شما بیا تمام این اطلاعات رو در قالب یک دیتابیس داشته باشید میاد اینا رو تقسیم میکنید به چند تا دیتابیس هر رکورد رو یک آیدی بهش اختصاص میدید اون آیدی رو میارید تو اون جدول مرکزی استفاده میکنید به این طرح میگن طرح ستاره ای شبه ستاره است به این جدول مرکزی میگن فکت تیبل به این جدولی که این اطراف قرار داره میگن دیم تیبل حالا شاید در حقیقت بگید که چه ربطی مثلا در حقیقت به پاور کوئری داره اینا الان میبینیم با هم دیگه الان تو پروژمون اینو قراره ببینیم خب بریم سراغ این که ببینیم اصلا این موضوعی که راجع به صحبت کردیم یعنی این استار اسکیما چه ربطی به پروژه کنونی ما داشت یه عکس دیگه میارم رو اون عکس بهتون میگم خب اگه خاطرتون باشه ما یه جدولی داشتیم که یه سری ستون داشت یه کانتری آیدی داشت بذار اصلا خود این ببینیم یه کانتری آیدی داشتیم یه کانتری داشتیم یه سال ایج گروپ یعنی رده سنی اون حالا هر که هست جنسیت جمعیت درسته این چیز اطلاعاتی بود که ما داشتیم دقیقا اینجا همینه میخوام اینو تبدیل کنم به فکت پاپولیشن یعنی جدول فکت تبدیلش کنم و دو تا جدول دیم هم داشته باشم چیکار میکنم؟ به جای اینکه کانتری رو این تو ذخیره بکنم فقط کانتری آیدی رو ذخیره میکنم تو جدول فکت اگر به کانتری لازم داشتم توی جدول رژین ذخیرش کنم یعنی کانتری آیدی یه کانتری داره یه رژین این رژین یه اطلاعات جدیدی که من قرار بعدا اضافه کنم دستی میخوام بعدا اضافه کنم پس به جای اینکه من این دوتا رو مقدار رو داخل جدولم ذخیره کنم فقط کانتری آی رو نگه کانتری رو میبرم توی جدول دیگه برای ایج گروپ هم همچنین یه دونه ایج گروپ آیدی اینجا ذخیره میکنم که اون آیدی من رفرنس میده به یک ایج گروپ و یک کتگوری کتگوری مثلا کودک بزرگ میانسال میان سال اینجوری پس در حقیقت من چیکار کردم اومدم جدول اصلیم رو تبدیل کردم به یک استار اسکیما مقادیری که تو جدول فکتم میاد یه مقدار کمتر شده و دقیقا اومدم اطلاعات تو دو تا جدول دیگه ذخیره کردم بریم بیایم جلسه بعدی میخوایم این جدول رو بسازیم الان تئوریشو رو صحبت کردیم جلسه بعدی میخوام بیایم جدول رو خودش رو بسازیم فعلا خدافظ تا جلسه بعدی